این هفته رادیولوژی از دور، نوشیدن مجازی و ورزش دیوانوار. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. یکی از مسائل پیش اومده در ماهای اخیر این بود که بخشی از کادر درمانی به خاطر رسیدگی به بیماران خودشون مبتلا به کووید 19 می شدن و به این ترتیب تعداد این افراد کاهش پیدا می کرد در بیمارستان ها. یکی از راه‌حل‌هایی که برخی از کشورها رفتن سراغش استفاده از ربات بود برای رسوندن دارو، غذا و همینطور برخی از معاینات پزشکی تا به این ترتیب تماس کمتری بین کادر درمانی و بیماران ایجاد بشه. K1 LifeBot یکی از ربات‌هایی که در ایران به همین منظور ساخته شده. اون رو همون اوایل همگیری کرونا ظرف 50 روز طراحی و اجرا کردند. یک گرداننده K1 LifeBot رو از راه دور هدایت می‌کنه و با استفاده از دوربین‌هاش می‌تونه بیمار و فضای پیرامون ربات رو از دور ببینه. حسگر دماسنج روی ربات میتونه به عنوان تبسنج عمل کنه. بدن این ربات 40 کیلویی طراحی چسبیده به همی داره که باعث جدایی کامل بیرون و درون دستگاه میشه. سینی‌های قابل تعویض ضد لغزش هم ضد عفونی کردنش رو آسون میکنن و از این نظر مناسب بیمارستان‌ها و بخش‌های عفونیه. حفاظت از بیماران در بیمارستان‌ها یکی از چالش‌های بزرگ در دوران شیوع بیماری بود. احساس خطر از آلوده شدن به ویروس کرونا در بیمارستان و نگرانی از لبریز شدن ظرفیت نظام‌های درمانی باعث شد خیلی‌ها با اینکه نیاز مبرم به مراقبت پزشکی داشتند به پزشک مراجعه نکنند. با وجود افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستان و حتی ساخت درمانگاه‌های جدید در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، شمار بیمارانی که در اورژانس بیمارستان‌ها پذیرش شدند از هر زمانی در تاریخ ثبت شده نظام درمانی این کشور کمتر شده. یکی از مهمترین اقدامات این بوده که نظام درمانی بریتانیا رو طوری با شرایط وفق بدن که بشه بیمارهایی با بیماری مزمن و حاد رو بدون حضور فیزیکیشون و از دور معاینه کرد. در نظام درمانی بریتانیا کاری به سادگی عکس فرستادن با گوشی به طرز عجیبی پیچیده است. کلی قانون در مورد اطلاعات خصوصی بیمار وجود داره که کار ارسال تصویر رو سخت میکنه، حتی بین بیمارستان‌ها و پزشکا. اما در دوران کرونا پزشکا باید سریع راهی پیدا میکردن که بتونن از خونه هم کار کنن. از وقتی کووید اومد رویکرد ما هم تغییر کرد. نظام درمانی بریتانیا در حوزه اداری مشکلاتی داره، از جمله اینکه کلی اطلاعات حساس دارن و گاهی وجود این اطلاعات مثل سدی در برابر فناوری قرار میگیره. در این دوران همه در مناطق مختلف رویکرد بسیار عملگرای اعتقاد کردن که بشه اون چند گام آخر باقی مانده رو سریع برداشت. گروه تصویربرداری یورکشایر پیش از کرونا هم با شرکت آگفا کار می‌کردند تا ببینن چجوری میشه اسکن و عکس‌های رادیولوژی رو بین 6 بیمارستانی که از مرورگر زیرو اکسچنج نتورک یا XEN استفاده می‌کردند همرسانی کرد. حالا همون سامانه به طور کامل از خونه قابل دسترسه، یعنی پزشک میتونه در مورد بیماری‌های حاد از جمله سرطان از اتاق نشیمن خودش نظر بده بدون اینکه نیازی به تجهیزات محافظ باشه یا کسی نگران پخش شدن ویروس بشه. همه چی رفته مرحله بعد و در هفته‌های گذشته به جایی رسیده که دیگه میتونم توی خونه دقیقاً همون کارهایی که در بیمارستان می‌کردم بکنم. تمام اطلاعات بیماران روی همون سرورهای بیمارستان نگهداری میشن که سرورهای بسیار امنین، رمزگذاری پیشرفته دارن. فقط من باید از VPN استفاده کنم تا بهش وصل شم و به محض اینکه از برنامه خارج شم هیچی روی کامپیوترم نیست که بشه فهمید مال کدوم بیماره. هیچ تصویر یا چیز دیگه‌ای نمیمونه. بنابراین حتی اگه یکی کامپیوترم رو بدزده هیچ اطلاعاتی روش نیست. تنها خطر اینه که یکی بیاد پشت پنجره خونه من دوربین بندازه صفحه کامپیوترم رو نگاه کنه. پزشکای عمومی هم به راه‌های جدیدی برای معاینه بیماران متوسل شدند. پیش از کرونا هم اپلیکیشن هایی مثل GP at Hand Push Doctor بود که باهاش با پزشک تصویری حرف می زدی. و
ولی اپلیکیشن مدیک اسپات یک پله هم از این بالاتر رفته. از این دستگاه توی 318 داروخانه و 86 بیمارستان و خانه سالمندان و مطب دکتر استفاده می‌کنند. از جمله کلینیک دکتر یاسمین رزاق در غرب لندن. این یک گام از گفتگوی تصویری میره جلوتر. میشه فشار خون یا نبض بیمار رو هم گرفت. گوشی قلب، دماسنج بدون تماس و حتی چراغ قوه برای معاینه داخل گوش و حلق و بینی هم هست. این روزها برای رعایت ایمنی بیمار همه کارو تا جایی که ممکن باشه از راه دور و دیجیتالی انجام میدیم. ولی مواردی هست که واقعا باید بیمار رو معاینه کنیم. اینجوری هم ایمنی رعایت میشه، هم میتونم صدای قلب و ریه رو بشنوم یا گوش و گلو رو بررسی کنم و درست تشخیص بدم، به جای اینکه صرفاً به یه گفتگوی تلفنی یا تصویری از راه دور متکی باشم. این سامانه مصرف تجهیزات محافظتی رو هم کم میکنه، چون لازم نیست پزشک برای هر معاینه ماسک و دستکش و غیره عوض کنه. و این برای درمانگاهی مثل اینجا که تجهیزات محافظتی کمی دارن خیلی مفیده. گزارش ما همزمان شد با ورود یک داوطلب از یک خیریه چاپ سه‌بعدی که چیزی اهدا کرد. این محافظ صورته. اینا رو با چاپگر سه‌بعدی چاپ میکنیم. قسمت‌های مشکی رو یه نفر تو همین منطقه چاپ کرده. ما هم صفحه جلوی چشم رو بریدیم و کش وصل کردیم و بین خدمه درمانی توضیح میکنیم. تازه متوجه شدیم که با ظرفیت فعلی در کل بریتانیا میشه 140,000 تا از اینا تولید کرد. اتفاقا ما نیاز داشتیم. خیلی کار قشنگی کردین که برای کمک اومدین، چون متاسفانه همونطوری که الان داشتم میگفتم از مسیرهای معمول نمیتونیم تجهیزات محافظ پیدا کنیم. در نتیجه پزشکا ناچارن از هر جا که میتونن گیر بیارن که خدمه درمانی به خطر نیفتن. واقعا کار زیبایی کردین و کمک بزرگی بود. خیلی خیلی ممنونم. اپلیکیشن های دیگه ای هم داریم که پزشک و بیمار میتونن باهاش از راه دور ارتباط برقرار کنن. مثلا با سیلو پزشکا میتونن با امنیت بالا کار کنن، میتونن کنار عکس ها بنویسن یا مشخصات بیمار رو محو کنن تا مجبور نباشن حضوری ببیننشون. یا اپلیکیشن زستی که به بیمار امکان میده پروندهش رو ببینه، از پزشک وقت بگیره و حتی آنلاین معاینه بشه. به نظرم ما در کل در استفاده از فناوری در حوزه درمان کنتر از دیگرانی، ولی گاهی چنین بحران‌هایی که پیش میاد عامل تغییر مثبت میشه و به نظرم الان که دیدیم استفاده از فناوری و ارائه خدمات درمانی از راه دور چه مزایایی داره، دیگه به عقب بر نمیگردیم. این هفته مایکروسافت از خیر خدمات لایو استریم میکسر به نفع همکاری با خدمات استریمینگ فیسبوک گیمینگ گذشت. اپل هم اعلام کرد از خیر تراشه‌های اینتل روی کامپیوترهاش به نفع تراشه‌های ساخت خودش می‌گذره. قرار رایانه‌های مک به زودی با پردازنده‌هایی کار کنند که ازشون در آیفون و آیپد استفاده میشن. و مارک‌هایی مثل نورت فیس، پاتاگونیا و موزیلا آگهی‌هاشون رو از فیسبوک بیرون کشیدن. این کار بخشی از کارزاری علیه فیسبوکه که در اعتراض به کوتاهی این شبکه اجتماعی در برخورد با نفرت پراکنی و اخبار جعلی به راه افتاده. گروهی از محققان در دانشگاه دوک ابزاری طراحی کردند که میتونه یه تصویر 16 در 16 پیکسل رو در عرض چند ثانیه به تصویری با وضوح 1024 در 1024 پیکسل تبدیل کنه. البته الگوریتم این سیستم با تبدیل تصویر افراد رنگین پوست به سفید پوست مشکل تبعیض رو اینجا هم برجسته کرده. دادن نمونه برای آزمایش کرونا تجربه خوشایندی نیست، ولی حالا یه ربات میتونه به دورترین نقطه داخل دماغ دسترسی پیدا کنه. محققان انستیتوی ماشینالات و مواد کره ربات کنترل از راه دوری ساختن که کار نمونه‌گیری از داخل دماغ رو انجام میده تا کارکنان پزشکی با بیماران احتمالی در تماس مستقیم قرار نگیرن. و در آخر این دلفین ربات که ساخت شرکت جلوه‌های ویژه اج اینوویشنز ممکنه آینده سرگرمی‌های دریایی باشه. این روبو دلفین 270 کیلو وزنشه و باتریش حدود 10 ساعت دووم میاره. به لطف ایشون شاید از این به بعد آدمیزاد دیگه دست از سر دلفین‌های واقعی برداره.
این قبیل تماسای تصویری از وقتی که کافه ها و میخونه ها تعطیل شدن خیلی زیاد شده. برقراری یک تماس تصویری با این همه شرکت کننده کار سختیه، ولی را که بیفته همه میتونن از هر جایی که هستن بیان و معاشرت کنن. برودکت یک شرکت آبجوسازیه که میخونه های خودشو داره و حالا شروع کرده به برگزاری کلاس های آشپزی و هنر و در این حال تور بازدید از کارخونه. جی فلین صاحب میخونه سابق مسابقه محبوب اطلاعات عمومی رایج در میخونه ها رو به اینترنت آورده. سازمان طبیعتگرایی بریتانیا میگه که بعد از این که تصمیم گرفتن برای صرف نوشیدنی در فضای مجازی دور هم جمع بشن، تعداد اعضای جدیدشون ظرف تنها 2 ماه از تمام دوران قبل از اون بیشتر شده. و این میون یکی از میخونه های ایرلند تصمیم گرفته به هوا پرواز کنه. بار مک‌کیور با استفاده از یک پهپاد برای مشتریای همیشگی خودش آبجو میفرسته، اونم رایگان. آوریل مک‌کیور صاحب این میخونه میگه با این کار میخواستن کمکی به مردم محله کرده باشن. تریستن کراس اما تصمیم گرفت میخونه محلشون رو در واقعیت مجازی بازسازی کنه. اون حتی انیمیشن گپ زدن خودش و دوستاش رو هم ساخت. البته کار هنوز تموم نشده و تریستن میخواد چند تا امکان دیگر رو هم اضافه کنه، مثل ریختن آبجو برای خودتون و بازی با دستگاه اطلاعات عمومی. همونطور که میبینید خلاقیت و تعهد داره فرهنگ میخونه رو در جریان دنیاگیری کرونا زنده نگه میداره، اما قضیه فقط بازی و سرگرمی نیست. مصرف بیش از حد مشروبات الکلی در قرنطینه میتونه واقعا مشکل زا بشه. مردم هنوز دوست دارن لیوان دست بگیرن و میخوان اون لیوان دیده هم بشه. دلیل این کار چیه؟ اون نوشیدنی نماد معاشرت بزرگسالان یا بزرگسالان رها محسوب میشه. پس چیزیه درباره توی چشم بودن. یه چیزیه درباره این که به چشم بیاییم. یعنی وقتی اون لیوان رو در دست میگیریم دلگرم میشیم که داریم همون نماد رو نشون میدیم. چیزی که خیلی مهمه اینه که خیلی از مردم اصلا نمیخوان در طول این معاشرت ها مشروب بنوشن یا اصلا لب به مشروب نمیزنن یا قبلا به مشروبات الکلی اعتیاد داشتن و حالا کنار گذاشتن. خیلی مهمه که این عده رو کنار نذاریم. کاری که لزوماً عمدی نیست و میتونه ناخودآگاه اتفاق بیفته. تخصص Change Grow Live کمک به معتادانه و با اینکه مدتیه که دیگه نمیتونن حضوری با آدم‌ها دیدار کنن، از تماس‌های ویدئویی برای کمک به افراد نیازمند استفاده می‌کنن. درسته که تا حدی مانع کار بوده و برای ما جدیده و با شیوه کاری روزمره ما تفاوت داره، اما متوجه شدیم که برای خیلی از مراجعان مفید بوده. همچنین برای افرادی که نمیتونن به خاطر استراب فضای راحت خودشون رو ترک کنن و وارد یه فضای گروهی بشن. و شان یکی از این افرادی که به نظرش این جلسه ها زندگیش رو نجات دادن. الکل برام حکم آرامش بخش رو داشت. به خاطر آزاری که به خودم رسونده بودم چند باری رفتم بیمارستان. راستش رو بگم خیلی علاقه به موندن تو این دنیا نداشتم. خیلی نتونستم خوب با قرنطینه تا کنم. خیلی ناگهانی شروع شد. کمکی که بابت سلامت روانی میگرفتم قطع شد. شکی نیست که قرنطینه چند باری باعث مصرف الکل شد. حس میکردم که برای برطرف کردن و کاهش سطح اضطراب باید مشروب بخورم. برگزاری این جلسه ها در زوم خیلی خوبه. در فضای آروم خونه خودتون هستید. میتونم همه کسایی رو که حرف میزنن ببینم. یه نکته مثبت دیگه این وضعیت اینه که لازم نیست حتما چهره خودتون رو نشون بدین. میتونید فقط حرف بزنید. حرف زدن در زوم برای من خیلی از دنیای واقعی راحت تره و برای همین مردم چیزای بیشتری راجع به من میفهمن. قطعا دوست دارم بعد از تموم شدن این همه گیری هم ادامه پیدا بکنه. قرنطینه برای بسیاری از افراد مشکلات زیادی ایجاد کرده و همونطور که دیدید برخی از اونا درگیر اعتیاد به الکل شدند، اما بعضی دیگه از این فرصت استفاده کردند و خودشون رو درگیر ورزش کردند. در اوج قرنطینه در انگلستان میتونستید برای ورزش بیاید بیرون، اما اگه شما میخواید روی فرم بمونید
و نمیدونین چجوری، به این برنامه ما چند تا وبسایت بهتون معرفی میکنیم. جو ویکس به خاطر برگزاری کلاس‌های روزانه ورزش برای بچه‌ها در دوره قرنطینه به قهرمان ملی تبدیل شده. و اوتی مابوزه ستاره برنامه رقص بی بی سی کلاس‌هایی برای آموزش رقص ترتیب داده که برای هر سن و توانی مناسبه. حتی اگه کسی رو ندارید که باش برقصیدم میتونید حسابی لذت ببرید. جیک جونز و بیانکا واکدن مدال‌آوران المپیک هم که در یک خونه زندگی می‌کنند، تمرینات ساده‌ای برای تکواندو آماده کردند که در وبسایت ورزشی بی بی سی قابل دسترسه. و چهره‌های ورزشی خیلی زیادی تحت عنوان جام اتاق نشیمن به کارزار انگیزشی قرنطینه پیوستند. در یک چالش هفتگی میتونید با حرفه‌ای ها رقابت کنید. هر کسی که فکرشو بکنید در اپلیکیشن نایک ترینینگ کلاب هست. هم فیتبیت و هم استراوا به شما اجازه میدن تا دوستان یا کاربران محلی این اپا رو به چالش بکشید. فیتبیت حتی ماجرای انفرادی هم ترتیب داده، مثل یافتن جاهای دیدنی محله. AR رانر به خوبی از واقعیت افزوده در چالش‌هاش استفاده می‌کنه. باید تعدادی نقطه رو در اطراف یک فضای باز قرار داد و به طرف هر کدوم که روشن شد دوید و لمسش کرد. طرح از کاناپه تا 5 کیلومتر که نظام درمانی بریتانیا هم ازش حمایت می‌کنه از طریق اپ یا یک مجموعه پادکست که می‌تونید موقع ورزش گوش کنید قابل دسترسه. این طرح نشون میده که چطور ظرف 9 هفته خیلی راحت 5 کیلومتر میشه دوید و واقعاً هم جواب میده. هشتگ استرکیس اسنودان هم چالشی برای بالا رفتن از 4610 پله و رسیدن به ارتفاعی معادل قله اسنودان در ویلز از مسیر یامبریس که بین کوهپیماهای بریتانیایی خیلی محبوبه. برای دیدن جزئیات به اینستاگرام پلاس برنین سر بزنید. والامی یک گزینه واقعیت افزوده دیگه برای جذابتر کردن پیاده روی روزانه است. میشه با این اپ موقعیت جغرافیایی کارهای هنری رو مشخص کرد تا کاربران دیگه این اپ بتونن اونها رو به طور AR یا واقعیت افزوده ببینن. علاوه بر وبسایتایی که معرفی کردم، تعدادی بازی کامپیوتری تو بازار هست که برای آمادگی جسمانی خوبند. همکارم کریس واکس چند تاشون رو امتحان کرده. صادقانه بگم که من در دوره قرنطینه مشکل انگیزه داشتم و واقعا از اون مدل آدم ها نیستم که میرن میدوند. دونده نیستم. برای همین در یک هفته گذشته برای ورزش در واقعیت مجازی به نقاط جذاب سفر کردم. این سوپرنچراله، محیطی برای ورزش در واقعیت مجازی که شرکت سازندش میگه جذابترین راه ورزش کردنه. البته هر کسی که میخواد من رو گول بزنه تا ورزش کنم همین حرف رو میزنه. امروز به ماچو پیچو اومدم و باید این حلقه ها رو که به طرفم میان بزنم و وقتی با یک مثلث روبرو میشم باید توش چون باتمه بزنم. ببخشید که امروز خیلی تلاش نمی کنم، چون انگار بعد از یک هفته کار باهاش پاهاتون خیلی درد میگیره، که نشون میده واقعا کار میکنه. شاید متوجه شباهت زیادش با بیت سیبر، یکی از بازی‌های پرطرفدار وی آر شده باشید. شباهتشون خیلی زیاده، اما تولیدکننده‌های سوپرنچرال خیلی سعی کردن تا متفاوتش کنن و برای کسانی که خیلی بازی نمی‌کنن هم جذابش کنن. برای این کار هم برنامه‌های ورزشی و نرمشی رو به بازی اضافه کردن. امروز هم دارم با رنیر روی کل بدنم کار می‌کنم. از هنرمندان و ترانه‌های معروفی هم استفاده می‌کنم. اما قصدشون اینه که آبونمان بگیرن و این باعث ناراحتی دارندگان آکولوکس کوست شده که عادت دارن فقط یه بار برای خریدی یه بازی پول بدن. خب الان با یکی از اعضای این شرکت به نام کریس میلک تماس گرفتیم. کریس، من الان چند روزه که مشغولم و رونهام بدجوری درد میکنه. طبیعیه؟ ما این رو از خیلی ها شنیدیم. خیلی ها به نرمش پا با استفاده از وزن بدن عادت ندارن. چیزی که برای من جذابه اینه که مردم میگن قسمت‌های پایینی بدنشون درد میکنه، ولی تمرین‌ها به نظرشون سخت نبوده. هیچ کس دوست نداره چند دفعه پشت سر هم چون باتمه بزنه. اگر بتونید در دل یه فعالیت سرگرم کننده مخفیش کنید، دیگه درد ناشی از تمرین یادتون نمیمونه چون دردناک نبوده. چه برنامه برای جذاب کردنش برای کسایی که اهل
بازی نیستن دارید؟ چون بیشتر کسایی که از این سربندها دارن اهل بازی کردنن. هدف ما اینه که واقعیت مجازی رو به بخش دیگه ای از جامعه معرفی کنیم. ما با آکولوس کوست وارد بازار شدیم. خیلی هستن که میگن از روی ایبی یا جاهای دیگه سربند خریدن تا با سوپرنچرال ورزش کنن. ما هم با همه اونا ارتباط برقرار کردیم و در یک ماه گذشته که هزاران نفر در این واقعیت مجازی بودن کلی چیز یاد گرفتیم. این در حال حاضر فقط در آمریکا و کانادا قابل دسترسیه و دوره یک ماهه استفاده مجانی اولین سری کاربران داره تموم میشه. برای همین شرکت به زودی میفهمه که آیا مردم حاضر میشن براش پول بدن یا نه. یکی از نکات منفی واضح ورزش در وی آر اینه که زیر سربند حسابی عرق میکنید. اما سوپرنشال به هر کسی که عضو دوره آزمایشی یک ماهه باشه یه محافظ صورت سیلیکونی میده. مدتی که دارم اون رو با رینگ فیت، جدیدترین بازی نرمشی نینتندو روی سویچ مقایسه میکنم. شما از بدنتون و این حلقه استفاده میکنین تا شخصیت بازی رو روی صفحه نمایش کنترل کنین. نتیجه این که میدوید، چمباتمه میزنید و حرکات یوگا انجام میدین. حتی خودتون رو کش میارین و این حلقه رو فشار میدین تا اژدهای شرور بازی رو که دوبند کشتی پوشیده شکست بدین. همونطور که از نینتندو انتظار میره، این بازی هم خیلی جذابه و هم یه خورده عجیب. نکته هوشمندانه بازی اینه که این دسته میتونه ضربان قلب شما رو هم بسنجه تا ببینه عرق کردین یا نه. و من قطعا عرق کردم. و اگه از بازی‌های نینتندو خوشتون میاد، این یکی پر از دستورات متنیه که هی باید ازشون رد بشین و خیلی وقتها با خودم فکر میکنم برو سر اصل مطلب دیگه. خب شاید بشه گفت که هر دوتای اینا مثل وی فیت یه دوره دارن که میگذرن، اما من قصد دارم که اضافه وزن دوره قرنطینه رو کم کنم و حداقل با اینا هر روز به جنب جوش افتادم و کلی عرق ریختم. فاصله گذاری اجتماعی در دنیای فیلم و سریال بسیار دشواره. همین امروز که من برای فیلم برداری اومدم بیرون، همش مجبور بودم بیش از 2 متر فاصله داشته باشم از فیلم بردار. کار بسیار سختیه. جیمز گان، کارگردان فیلم نگهبان کهکشان، در توییتر نوشته که داره روی فیلم جدیدش و مرحله پساتولید فیلمش به نام جوخه خودکشی کار میکنه. اما فیلم‌های جدید که اصلا نمیتونن فیلم برداری بشن، همه چی تعطیله. در دنیای بازی وضعیت یه طور دیگه‌ایه، برای اینکه تصاویر در نرم افزار و سخت افزار در واقع شکل میگیرن و ساخته میشن. از این لحاظ سنت گیم در وضعیت منحصر به فردی قرار گرفته. بریم ببینیم اونا در این همگیری چه کار میکنند. فیلم سازی متوقف شده. هیچ سریالی در دست تولید نیست. و در حالی که هنرمندان مشهور روی اینترنت کنسرت اجرا میکنن، نوازنده هایی که در حالت عادی درآمدشون از طریق اجرای زنده است در خونه گیر کردن. با ادامه پیدا کردن قرنطینه بخش بزرگی از صنایع خلاق تعطیل شدن، به جز بازی های رایانه ای. اونا به جای کار مشترک در دفتر و استودیو وسایل رو جمع کردن و از خونه کار میکنن. آره واقعا باور نکردنیه. در 2 هفته گذشته با خیلی از بازی سازا صحبت کردم. راستش از اینکه تو خونه کار میکنن راضین. حس میکنن پربارتر از قبلن. چیزی نیست که حواسشون رو پرت بکنه. واقعیت اینه که برخلاف دیگر صنایع خلاق نیاز ندارن که حتما تو دفتر باشن. با همه جا ارتباط دارن و میتونن در هر جایی که بخوان کار کنن. یکی از بازی‌هایی که سازنده‌هاش دقیقاً دارن بر این اساس کار می‌کنن، Assassin's Creed که قراره پیش از پایان سال به بازار بیاد. یوبیسافت اعلام کرده که قسمت جدید این مجموعه در دوره وایکینگ‌ها اتفاق می‌افته. الان ماه‌هاست که در اینترنت شایعاتی مطرحه که لباس جدید این بازی سوم شخص تاریخی قرار شامل کلاه‌های شاخدار باشه. ما با اشرف اسماعیل، مدیر نوآوری این بازی در مونترال تماس گرفتیم تا درباره Assassin's Creed والهالا گپ بزنیم. قطعاً باید خودمون رو با شرایط کاری در این واقعیت جدید وفق میدادیم. اما ما نرم افزارهای محشری داریم. وقتی مجبور میشین در چنین شرایطی کار کنین، یه دفعه متوجه میشین که کاملاً شدنیه. ما به راحتی میتونیم ارتباطاتمون رو مدیریت کنیم و مسائل رو بازبینی کنیم. ابزارهای لازم رو داریم. برای همین کار در مجموع خوب پیش میره. کیفیت کار برای ما خیلی مهمه، چون هم خودمون اصرار داریم و هم طرفدارامون چنین چیزی رو میطلبن. تمام کوشش ما اینه.
آرزوی ما اینه. ما هر هفته راندمان کاری و میزان بهره‌وری خودمون رو میسنجیم. این چیزیه که همیشه تحت نظارته. اما آرزوها و اهداف ما اصلا عوض نشده. بازیکن در نقش وایکینگی به نام ایور ظاهر میشه که از آبدره‌ها خسته شده و مردمش رو برای ادامه زندگی از نروژ به انگلستان میاره. تصمیمی که طبیعتاً به مذاق محلی‌ها خوش نمیاد. معلومه که جنگ و دعوا هست. شما یه کشتی دارین که خدمه خودش رو داره و یه تیم حمله که میتونین به دلخواه خودتون تغییرش بدین. و البته اون زیستگاه مورد نظر که دلیل اصلی این سفره. یعنی داریم در انگلستان یه خونه نو میسازیم. تغییری که در سامانه رزم ایجاد شده امکان حمل دوگانه است که به بازیکن اجازه میده هر اسلحه و هر ترکیبی از اسلحه رو که دوست داره حمل کنه. اگه میخواییم با دوتا سپر بازی کنیم کسی جلوتون رو نمیگیره تا دوست دارین خلبازی در بیاریم. این بازی قراره برای اجرا روی پی سی و البته کنسول های نسل فعلی و آینده وارد بازار بشه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.